خب بریم به رقابت‌های باشگاهی برسیم اول راستی زمستون خیلی سختی داشتی توی اروپا فکر کنم خیلی بهتون سخت گذشت به لحاظ سوخت و این چیزها اینو به ما هم میگفتن ولی ما چیزی تجربه نکردیم فضولات گربه قرار بود شما فکر کنم بسوزونید و نمیدونم اینقدر سخت بهتون بگذره نه راستشو بخواید منم هم انتظاری هم چیزی رو داشتم و هرچی منتظر مونید <تص> انتظار داشتی حالا <تص> چیزی که ما شنیدیم میگفتن اتفاق میفته ولی هرچی گذشت شرایط خیلی خوب کنترل شد راست شو بخوای من هرچی منتظرش موندم نیومد تو لیگ هلند صد نشین هستی تو لیگ اروپا یک چهارم نهایی رسیدی جام حسفی نیمه نهایی رسیدی الان که زمانی که الان داری مسابقه رو ضبط میکنین میتونی یه سگانه به یادماندنی داشته باشی فکر کنم بهترین روزای باشگاهی تو داری سفری میکنی تو تیم فاینورد الان از نظر باشگاهی فکر میکنم که از تایم های خیلی خوبیه که دارم خدا سپری خب از نظر بحث خودم به شخص خب بالاخره تایمی که من تو آزد داشتم تایم العاده خوبی بودش مسیر مسیر سختی قطعا یه دو ماه فکر میکنم خیلی خیلی تاثیرگذار رو داریم هم برای خودم به شخص تو زندگی حرفه‌ایم، هم برای باشگاهمون که به با امید خدا بتونیم تا آخر فصل حداقل دو تا جام بتونیم به هوادارمون بدیم یه مقطع کوتاه نیمکت نشینم شده بودی تو فاینلور امسال ولی اینقدر تلاش کردی که تونستی خودت ثابت کنی هر بازی که بازی کردی به نظرم خیلی خوب و تاثیر گذار بودی بله خدا رو شکر یه تایمی بودش که یه مدار بازی کردنم کمتر شده بود سال بازیکنای جدیدی که به باشگاه اومدن یه سری پیشنهادام تو نیم داشتم که پیشنهادهای خوبی هم بودن ولی خودم واقعا به شخص دوست داشتم که بمونم فاینورد چون ما الان تا... کارهای کاره بزرگی کردیم یعنی ما هیچ وقتی اون تا این جای فاست تو سه تا جام نبوده ما آژاکس رو بعد از 17 سال تو تو آرنا بردیم و شرطمون خیلی خوبه خدا رو شکر الان فکر کنم تقریبا دو سال هست که تو از برایتون جدا شدی خب موقع تو آزت همون که گفتی بهترین دوران تو داشتی آقای گل اردیویسه شدی نمیدونم در کنار حکیم زیهش به عنوان بهترین بازیکن فصل رقابت داشتی باهاش تاثیرگذارترین بازیکن فصل شدی به لحاظ تعداد گل و تعداد پاس گلی که داشتی خیلی هم اونجا اون موقع پیشنهاد داشتی دیگه من یادم حالا برایتون بود لستر رو یادم بود ناپولی بود یه سری تیمای خوب بهت پیشنهاد دادن من فکر میکنم خودت انتظارت از عملکرد تو برایتون بیشتر بود. فکر می‌کردی بیشتر بهت میدون داده بشه، موفقتر باشی. چی گذشت به توی برایتون؟ خب حالا شما دو تا اسم گفتید من الان اسمای دیگری که اون موقع شانس رفتم برام وجود داشت و بگم چون تمام این مدت همیشه اکثر هایی که راجع به حضور من تو انگلیس میشه اکثرا راجع به مسئله صحبت میکنن که میتونستی انتخاب بهتری داشته باشی پیشنهادهای بهتر که داشتی خب همینجور که گفتید لستر واقعا که از خیلی جدی بود ناپولی خیلی جدی بود از دو تا باشگاه تو آلمان باشگاه خیلی خیلی خوبش پیشنهاد داشتم تو اون زمان و خب تو خود هلندم که تو اون زمان پی اس وی آژاکس جفتشون تیمایی بودن که علاقه داشتن ولی خب مدیر باشگاهمون تو اون زمان مستقیم بهم به گفت گفت یا اینکه یا آزاد میمونی ما رو تمدید میکنیم یا نمیتونی بری پی یا آژاکس که حالا حتی آژاکس اون موقع اگه اشتباه نکنم میخواستن رکورد ترانسفرشون رو بدن به آزد ولی که باز آزد بازم قبول نکرد تو شرایط آلمان برام من سه تا پیشنهاد خیلی خوب داشتم حالا یکیش که بهتون بگم میخواستن یه یه پکیج درست کنن که منو و خرص رو همزمان ببرم ووفسبورگ. که حالا اون پکیجشون نسبت به مقداری که برای من قرار بود پرداخت کنن چیزی بود که حالا برای آزد قابل قبول نبود اون تایم که در آخر اون مقدار ترانسفر فی که آزد میخواست فقط باشگاه انگلیسی میتونستم پرداخت کنم من باید بین لستر و برایتون انتخاب میکردم بحث دو تا باشگاه تفاوت دو تا باشگاه برای من اینجوری بودش که تو برایتون سرمربی مستقیم آی کریس یوتن منو میخواستن و من دو سه سال خب با ایشون دورادور در ارتباط بودم حتی موقعی که من سال دوم انیسم بود من یه دو سه روز رفتم برایتون که شهر رو ببینم امکانات باشگاه رو ولی خب من اون موقع بهشون قول دادم گفتم اگه شما بیاد پرمیر لیگ من برمیگردم و پرمیر لیگ بهتون اضافه میشه ولی خب تو لستر مدیرای باشگاه منو میخواستن دایر... تکنیکا دایرکتور باشگاه میخواست منو و خب من با چهار پنج نفر که خب خیلی بهشون اطمینان دارم مشورت کردم و همه اینا آره رو که گذاشتم کنار هم خب بحث بیشتر به این سمت میرفت که خب لستر بازیکن بزرگ زیاد داره اون موقع هم بالاخره فکر کنم یکی دو سال بود که تا قهرمان هم شده بودن تو پرمیر <applause> و میگم با همه این تفاسیر مشورتایی که گرفتم حسی که من نسبت به باشگاه صحبتی که با سرمربی کردم تصمیم گرفتم برم برایتون دوران برایتون هم دوران عجیبی بود دیگه کلا یعنی از موقعی که رفتم باشگاه خب همیشه میگن تیمایی که حالا شما همیشه کلمه آندرداگ استفاده میکنید <applause> که تیمایی که تازه از چمپیونشیپ اومدن به پرمیر لیگ سال اول براشون راحته چون شناختی نسبت به باشگاه نسبت بهشون وجود نداره ولی همیشه میگن اگه سال دوم دوم بیارن و بتونن اون سال دوم رو سپری کنن میتونن تو پرمیر لیگ سالها بمونن سند، سندروم سال دوم بشن. دقیقاً همیشه بهش میگن سندروم سال دوم و اون سالی بود که بیشترین فشار رو باشگاه ما بود چون اینکه سال قبلش خب من بازی برایتون رو دیده بودم خیلی فوتبال هجومی بازی میکرد موقعیت ایجاد میکرد گل میزدن جلوی سه چهار تا تیمای بالای جدول خوب بازی کردن نتیجه گرفتن من یهو به باشگاهی رفتم که نگاه سرمربی نسبت به نوع بازی عوض شده بود چون فقط میخواستن اون سالو دووم بیارن خب من یکی دو ماه اول که بازی نمیکردم چون تا به محیط آشنا بشم و بعد از اون که شروع کردم به بازی کردن خب من 4 5 تا بازی کردیم خب تو تاریخ برایتون 4 تا یا 5 تا بازی پشت سر هم نبرده بود باشگاه تو پرمیر لیگ ما لیدز رو بردیم اگه اشتباه نکنم رو بردیم وست هم بردیم رفتیم به اورتون بیرون خونه باختیم که دیگه آخر آخری بازی بودش که من مصدوم شدم تقریبا دو ماه و نیم بیرون بودم و همون سال چسبید به جام ها که من تقریبا باید یه ماه و نیم دو ماه میذاشتم باشگاه رو برم و از اون سبک بازی باشگاه که نگاه خیلی دفاعی شده بود میگم هفته یه بار با سرمربی جلسه داشتم میگفت اون چیزی که تو تو باشگاه قبلی داشتی با فوتبال هجومی فوت، توپا به تو ختم میشد الان ما یه همچین چیزی رو نمیتونیم در اختیار تو بذاریم به خاطر همین سال اول رو تجربه کن سختیاش رو بگذرون من مطمئنم سال دوم سوم هموارتر میشه میتونی کیفیتتو نشون بدی که دیگه با ایشون خودش دوم نیاورد آیتون آخر فصل کنار گذاشته شد که بعدش آقای پاتر اومدن و دو سال پر فراز و نشیبی که من با ایشون داشتم پاتر هم عجیب بود یعنی کریرش رو شما نگاه کنید از سوئد شروع کرد بعد اومد لیگ انگلیس برایتون و الان چلسیه بله. تو هم رابطت باش اون فکر کنم فراز و نشیب زیاد داشتی یعنی یه مدت نیمکت نشین بودی بعد اول صحبت کن راجبه کاتر و برایتون ببینید تایم سال دومم خب من همیشه تو اگه پالا برسد کنی تو این سالها من همیشه سال اولم هم تو باشگاه سالیه که بیشتر جا آره بخوام جا بیفتم محیط رو بشناسم رابطه و با بازیکنها ها کادر فنی سر میکنم بهتر کنم ولی خب سال دوم ایشون اومدم با یه نگاه کاملا متفاوت و اون موقع هنوز تایم ترانسفر مارکت باز بود و من میتونستم جا به بشم ولی خب من یکی دو بار رفتم با ایشون صحبت کردم گفت نه من میدونم که تو میتونی کیفیت داری به ما کمک کنی همه اینجور داستانا یه مدت طولانی من بازی نمی کردم می اومدم تو لیست بازی نمی کردم و چون برخی ایشون هم موقعی که اومد بازیکنایی آورد که خودش دوست داشت به سبک بازیش می خورد که دیگه رسیدیم به باکسینگ دی و بالاخره اون بازی با چلسی و اتفاقاتی که افتاده شد بعدش من شروع کردم به بازی کردم بیشتر و شرایط خیلی بهتر شد و سال دوم شرایط باز بهتر شد چون من بالاخره فصل و یه مقدار آخر فصل دوم رو بهتر شروع کردم که من واقعا باز بیشتر سال سوم من خیلی بیشتر بازی کردم یعنی سال آخرم نسبت به سال دومم بیشتر بازی کردم این پنج بازی پشت هم من یادم من یه مقطع بود که اول هفته مثلا شنبه یک بازی لیگ بود وسط هفته بازی جام اتحادیه بود دوباره هفته بعدش لیگ بود هفته بعدش دوباره جام حذفی بود تنها بازیکنی که من این قشنگ یادم به خودم فکرام گفتم تنها بازیکنی کل اسکواد برایتون تنها بازیکنی که تو تمام بازی بازیکن تو بودی که یه دفعه هم یونایتد آره جله یونایتد تو مصدوم آره من تو لیگ با یونایتد بازی کردیم تو وسط هفته بود که من اون بازی خیلی خوب بازی کردم دو هیچ عقب بودیم ما دو دو کردیم وسط هفته با یه آخر هفتهش با یه تیم بازی داشتیم هفته بعدش ما اف ای کاپ با منچستر دوباره تو خونه داشتیم که خیلی من خیلی ریتم خوبی داشتم تازه جا افتاده بودم تو تیم بعد چند تا بازی یهو دوباره همسترینگم هم آسیب دید من این مسیر رو فکر می‌کنم ولی دوباره برگشتم تا حالا کوتاهش کنم تا قبل کرونا خیلی خوب پیش رفت یعنی من بازی می‌کردم هر هفته یا حتی اگه شروع نمی‌کردم نیمه دوم می‌رفتم و خیلی حسم خیلی بهتر شده بود و اعتماد پات رو واقعا به دست آورده بودم که دیگه خوردیم به کرونا خوردیم به کرونا و لیگو تعطیل کردن و بعد کرونا دوباره برگشتیم به حالا به قول به تنظیمات کارخونه دوباره همون اتفاقات کمتر بازی کردم یا بازی نکردم یا فرم تموم فرم خوب فرم من فرم خوبی بود یعنی من موقعی که برگشتم دوباره ما یه حالت پیشفس داشتیم چون ما تقریبا دو سه ماه با ما تمرین نکرده بودیم فرم من دوباره فرم خوب دوباره یا بازی نمی کردم یا دوباره ده دقیقه یک رو که دیگه تایم من با ایشون اون دو سال اینجوری سپری شد ولی ما به این اتفاقاتی افتاد که من نمیدونم اونا رو من واقعا غیر فوتبالی میدونم یعنی نمران به طور مثال تایمی که ما با سوریه و عراق بازی داشتیم با آویل رو دعوت نکردن ما آخرین بازیمون با یونایتد بود بیرون خونه بعد بعد این بازی قرار بود به ما 5 6 روز استراحت بدن خب من خانواده رو طولانی مدت ندیده بودم من روز قبل اینکه ما بریم منچستر من رفتم اتاق ایشون با ایشون صحبت کردم گفتم ببینید بعد ایشون عادت داشتن 19 تا بازی کردن میبردن یه نفر رو میبردن اگه در حال مصدومی یا یا مریضی من رفتم به ایشون گفتم گفتم که پس اینجوریه اگه من قرار از لیست خارج باشم من میدونم تصمیم با شماست ولی اگه قرار از لیست خارج باشم بذار من خانواده رو ندیدم من بتونم فردا برم که مثلا یه سه چهار خانواده باشم برگردم چون کامل بعد بازی تعطیلی داشتیم من اون موقع یادم پرواز مستقیم داشتیم که الان دیگه وجود نداره به هر دلیلی بله. دیگه باید دوره میرفتم پرواز یه ترانزیت میموندم برگردم یعنی مثلا من تقریبا دو روز و تعطیلاتم از دست میدادم ایشون به قاطعیت گفتش که نه تو این هفته عالی تمرین کردی تو میای تو لیست هستی و حتی شانس بازی هم میتونی داشته باشی من گفتم اگه اینجوری که عالیه من خودم خوب از بچگی طرفدار منچستر سال اول و من به خاطر معصومیت نرفتم اوترافورد این این موقع من واقعا دوست داشتم برم اونجا. رفتیم و منچستر شبش موندیم و فرداش تو جلسه فنی ترکیب و گفت بازیکنان که رو نیم کتن یه نفر تک و گذاشته بود اون گوشه اصلا بود که از بیرون لیست آره. اصلا برای من طبیعی به نظر نمی که خب مثلا من گفتم چقدر برام رفتم به خونه آدر رو دیدن اینا برام مهم و اینا یا ما با تو باکسینگ دی با چیز بازی داشتیم همون موقعی که دو تا بازی قبل بازی با چلسی بود که ما تو خونه بورد بازی کردیم روز قبل روز قبلش ایشون با من صحبت کرد تقریبا ده 10 دقیقه رو کنار زمین فردا شروع می‌کنی اینجا بازی میکنی، این کارو کن فلان من ذهنی خیلی آماده بودم برای بازی فرداش رفتیم جلسه فنی از لیست خارج حتی رو نیمکت هم نبودم و بچه ها اصلا بچه هم همه تعجب کردن که چرا این کارا رو داره با تو میکنه؟ من می‌گفتم فکر میکنم میخواد این چیز چی میگن من این مقدار جنبه منو به سنجم من نمیدونم دنبال چی ها میخواد من عکس العمل نشون بدم اصلا برای من واقعا قابل درک نیست همچین چیزی فرداش اومد دوباره بهم گفتش که فردا با برنموت بازی داریم حالا اون بازی که من دو تو خونه گل زدم آره گل زدم بعد من دیگه میخندیدم من دیگه به حالت خنده <تصفح> که مثلا میگم که دوزشتم. آره باز اومدی داریم میگی که فردا بازی میکنی یا اینا ولی گفت نه واقعا فردا ولی بازی میکنی که دیگه خدا روشو اون فرداش من بازی کردم و دیگه بعدش بازی با چلسی و دیگه من یه مدت بازی کردم ولی من هیچ وقت دلیل این این رفتار و تنها که باهاش اینجوری برخورد میکرد من بودم من یه روز بحث شدید داشتم با ایشون وسط زمین که من به ایشون گفتم گفتم یا به خاطر پاسپورت منه که به این بازی نمیدی چون من از ایران دارم میام یا اینکه از بالا بهت میگن که فلانی و بازی نده چون من بازیکنی نبودم که اونا منو آوردن یا اینکه من نمیدونم با من مشکل شخصی داری یا چیه وگرنه اینکه اصلا امکان نداره که شما بیای به یه بازیکن بگی که من فردا بازی میکنی دو بار پشت هم بعد فردا حتی نه اینکه رو نیم کرد از لیستم خارج بشی ولی همیشه دوستان میگفتن میگفتن که تو تنها کسی هستی که میتونی اینقدر تو این شرایط صبور باشی که دیگه بگم تا این من تو زمین وسط زمین ما هم بحث شد به این برگشت گفتش که ما میتونیم بفرستیم زیر, یک سال تمرین کنی یا اینکه فقط تمرین کنی با ما یا که اصلا از این هم رازی نیستی میتونی دیگه نیای یعنی نگاهش بیشتر به این سمت رفت یعنی ولی من احساس میکنم چون من در آخر رابطه هم خوب شد با ایشون یعنی از نظر حتی برخوردی چون یه زمانی بود که مثلا از کنار هم رد میشدیم فقط سرمال کم نمی کردیم نه فقط رد میشدیم تا... تایم خیلی تایم سختی بود من حالا من خودم بعضی بهش فکر میکنم خودم تعجب میکنم که چجوری اینقدر صبورانه بدون عکس العمل نشون دادن یا اینکه ها روم تاثیر بذاره منتالی روم تاثیر بذاره بتونم این مسیر رو سفری کنم الان دیگه راحتی اومده بیرون دیگه راحت که نه ما اگه شرایطم تو برایتون من, خ... من, واقعا عاشق برایتون بودم هم تیمش باشکاش، امکاناتش شهرش لیگ انگلیس لیگ انگلیس یعنی هایی که به من میداد فوق العاده بود یعنی من موقعی که من تصمیم گرفتم که دیگه نرم همه حالا همه نه اکثر بازیکن ها حتی کادر خدای پاتر به پیام دادم تو باشگاه به این پیام دادن که علی ما درکت میکنیم دوست داری بری یه جا که ریتم بازی, بازی داشته باشی ولی ای کاش اتفاق نمی افتاد چقدر اس سر اس دادم نمی نمیتونستان تلفظ کنن اسم تو گوزش که انگلیسی قشنگ ستیز آوایی داره دیگه چند تا حرف کنار هم دیگه داره خیلی تو هلندیا فکر کنم براشون راحته چون همشون جو و خ و ش و اینا خیلی زیاد داره دیگه. آره نه دیگه جو و که ج و یه می خونن دیگه هلندیا ی هم بخ. بخش آره ولی اینا براشون خ تلفظ سخت بود که تلفظ جام جنبکش پاتر فهمید که تو چلسی موفق بشه اول اینو بگو در یک کلمه آره یا نه من خب این سوال خیلی ازم پرسیدن این مدت خب اینشون از نظر فنی خیلی مربی قوی هستند ولی نظر از نظر من خیلی پیپل منیجر خوبی نیستن به خاطر همین حالا چلسی باشگاه بزرگتری انتظارات بیشتره شرایط فشارا خیلی بیشتره و من به شخص آرزوی موفقیت می‌کنم براشون مربی که بخواد از یه سطح پایین شروع کنه پله پله بیاد اینجا برای خود من واقعا قابل ستایشه واسهش آرزوی موفقیت میکنم از این مربیا بازیکن بود کسی مثلا یه برخوردی که تو ذهنت مونده باشه یه جمله بهت گفته باشه تو این مدتی که تو انگلیس بودی چیزی تو ذهنت هست آرس اول چون من موقعی که رفتم باشگاه خب رکورد ترانسفر باشگاه بودم و قرار دادم که خب بسته بودم قرارداد شخصی خودم جزو ای فکر کنم بالای تیم بود این اولین ایمپرشن و اون اولین خوش آمدی که بهم دادن کاپیتانمون بود ما میخواستیم برای اردوی پیشفصل میخواستم ما رو ببرن دوبه ولی گفتم به خاطر مسائل حالا فاینانشیال و اینا برنامهشون عوض شده ما رو میخوام ببرن اسپانیا یا پرتغال که خب اکثر بچه ها دوست داشتن برن دوبه که خیلی جدی کاپیتان اون اومد گفتش که به خاطر ترانسفر که برای تو دادن باشگاه بودجه نداره الان ما رو بره دوبه بعد دیگه تروسار که گفتی الان رفته آرسنال دیگه بازیکنایی که باش هم باشون هم بازی بودی مالاسیا مالا که الان منچستر یونایتد نلسون که اون گل خوبم زد الان آرسناله و کسایی که قبلا هم باشون مثلا نالا در ببینید رخاب. من میخوام میگم بدون تعارف بگم من یه جایی به هم چیزی اعتقاد نداشتم ولی بحث ایرانی بودن ما بحث پاسپورتمون بحث نگاهی که به ما میشه بحث اسکاوت کردن بازیکن‌ها و جوان‌های ایرانی اینا چیزایی که داره به جوانای ما آسیب می‌زنه و من همیشه اعتقاد دارم شما تمام این اسمایی که بردید اینا الان همشون 22 سالشونه و اینا از 18 19 سالگی 20 سالگی تو سطح بالا تو اروپا بازی کردن و این چیزیه که برای جوانای ما سخته یعنی اصلا من اگه نمیدونم همین بچه‌ای که اس بردید و با بچه‌ای که من باهاشون تو تیم ملی تو این سال‌ها کار کردم از نظر کیفیتی اگه بهتر نباشن بدتر نیستن واقعا ولی خب میگم متاسفانه تو جغرافی های جغرافی هاشون فرق میکرده تو یه جایی بودن که مسیر براشون فراهمتر بوده مخصوصا حالا شما انگلیسی میگید انگلیسی ها خیلی خیلی به بازیکن های انگلیسی بها میدن و این چیزیه که مسیر رو براشون فراهمتر میکنه و حالا تو خودت ما قبلا دیگه چند بار تو ندم اینو گفته بودم یه جمله اینقدر معروف شده یعنی تو مسیری که خودت انتخاب کردی خیلی قابل ستایش این تلاشی که کردی که مثلا از پول گذشتی مسیر قشنگ پله پله طی شد و حقت به اینجایی که رسیدی در مورد این داستانی که گفتین که کمک میکنه تو جا بیفتی سال دوم قشنگ احساس خونه بودن بهت دست بده یکی از دلش اینه که تو خب رفتی هلند زبان هلندی رو سریع یاد گرفتی اصلا فکر نمی‌کنم زبان آسونی باشه واسه کسی که اینجا فقط فارسی صحبت می‌کرده بره اونجا زبونه حالا یه, <تصفح> ویدیو ما داریم اولین مسابقه که تو انیسی انجام دادی در حد یعنی انگلیسی صحبت کرده در حد اون خانم بیکاز بود توی قطر فیلمش معروف شد لای بیکاز این همون بود ولی این الان نم لذت میبره مثلا انگلیسی صحبت کرده تو کیف میکنه مثلا با این چه اکسنتی داره چقدر خوبه این خیلی ستودنیه یعنی تو ای جوان 18 ساله رفتی اونجا با اون سطح بعد الان رسیده به اینجا خیلی من دمت گرم من موقعی که رفتم هلند تازه متوجه شدم اینکه با فرهنگا با مردم با دنیا بخوای در ارتباط باشی چقدر میتونه مهم باشه تو مسیر زندگی حالا میگم من خودم شاید خیلی موقع مورد تمسخر قرار گرفتم مخصوصا اوایل که موقعی که رفتم هلند اینکه به عنوان یه حالا بخیر الان تو اروپا همه 18 19 ساله ها به زبان انگلیسی رو صحبت میکنن و حالا اتفاقاتی که برام افتاد تو تیم حالا شیطنتایی که بود از طریق هم تیمیام و همه اینا اینا واقعا بیشتر مصرم میکرد که بیشتر و بیشتر به سمت زبون برم زبانو بیشتر یاد بگیرم ولی خب به قول شما مثال خوبی زدید ما هر چقدر من خودم به شخصه هر چقدر تلاش کردم حتی تو این چند سال تو هلند انگلیس بتونم تو جامعه بین المللی و تو کشورهای دیگه بتونم حداقل کوچیک نشون بدم که استعداد جوانای ایرانی مردم ما فرهنگ ما چقدر خوب هستش یه عزیزی مثل این دوست ما بیکاز <applause> 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 تمام این <applause> مسیر و خجار رو <applause> خجار کرد <خوب> چون, <applause> چون من موقعی بود. که برگشتم ازم سوالی که میکردن همین هم که پست پست مهمی هم داره مثل همین داره. به من گفتن که این یکی از مسئولای کشورتونه که اینجوری صحبت میکرد آها بهت گفتن آره ولی من خب نمیدونستم من که خب نمیدونستم ایشون مسئولیت داره یا نه من میگفتم من واقعا در جریانش نیستم بعد آخرش خیلی جدی شو که فارسی صحبت کردی داره لا لای و بیا بیکاز گفت بعد تموم شد دیگه یعنی در حد کانتکت انگلیسی حرف میزنه هست تو مایا یا دیزل ولی خب من میگم من اعتقاد دارم میگم قطعا مثلا توی همچین کیسی من میگم اگه شرایط فراهم نیستش برای اینکه بخوای انگلیسی صحبت کنی یا بخوای ارتباط برقرار کنی با دنیا ما به زبون خودمون افتخار کنیم زبون پارسی به این لذت بخشی همه ای دنیا هم زبون ما رو میشناسن حداقل فارسی صحبت کنیم بعد بعدا خودشون ترجمه میکنن تو قبلا هم با آرنسلوت مربیتون کار کردی تو آزد بود دیگه. من سال, سال آخرم تو آزد خب ایشون به عنوان کمک مربی اومدن و تو اون مسیری که من سال آخر داشتم که سال خودروش سال خیلی خوبی بودش ایشون خیلی به من کمک کرد شش ماه قبل اینکه خب ایشون بیا فاینورد با فاینورد قرارداد امضا کرده بودن که تو همون زمانا بود که با من تماس گرفتن و گفتن که پس من از فصل جدید بیرم فاینورد نظر چیه و چه جوریه اینا و من بهشون موقع قولی ندادم چون اون موقع برایتون شرایطم بد نبود گفتم که من بازی میکنم و اینا آخر فصل حالا با هم صحبت میکنم و اینا گفت ببین اینجا میتونی بیای ریتم فوتبالت هر بازی بازی کنی شرایطت برگرده به اون چیز جوری که چیزی که خودت میخوای خیلی صحبت خوبی داشتیم آخر فصل شد خب من دیگه واقعا به جدیت تصمیم گرفته بودم که جداشم از برایتون و تو اون زمان خب من دو سه تا پیشنهاد داشتم و من نسبت صحبت که با خود آیسلوت داشتم و نسبت به قطعا نگاهشون به فوتبال که هدفشون چیه تو فاینورد و شرایطی که در اختیارم میذاشتن تصمیم گرفتم که برم و خیلی خیلی خوشحالم از تصمیمی گرفتم الان فن پرسی چطور کادر فن پرسی هر سه شنبه چون الان با تیم های پایمون هستش هر سه شنبه میاد با بازیکن خط جلو یعنی باش باش کار میکنه بله بله هر هفته چجوریه مثلا چیکار میکنه فوق است اول اینکه خب از نظر شخصیتی که فوق رابطه همه بچه‌ها باش خوبه و هر موقع هم که میاد نوع جایگیری بالاخره از تجربه،, تجربه که تو اون سالها داشته در اختیار ما میذاره به ورشگاه تیم سابقت که میری تو حالا یا آزاد برخورد هوادارا چجوری بود خیلی خوب من خب چون همیشه خودم آدمی بودم که دوست داشتم از هر باشگاهی که جدا میشم یه چیزی از خودم باقی بذارم و جداشم و خب موقعی که برگشتم هلند من تو امسال مخصوصا چون پارسال باز هنوز یه مقدار تو اواخر کرونا بود یکی دو تا بازی حتی انیسه بیرون خونه رو بدون, بدون هوادار بود ولی خب امسال هر دو تا رو که رفتیم خیلی مثبت خدا رو اخیرا تو چند تا بازی دیدم عصبی میشی دعوا میکنی درگیر میشی که بازی با آژاکس بود یا بازی دیگه هم بود که قشنگ میرید میری یقه میگیری با... و یه جایی یه بازی فیلمی بازی کردی یارو زد صورتت نزد اینجا زد بعد صورتت گرفتی خودت نه نه اون, خ... خو... اون منو واقعا مش زد خب مش کجا زد به سینه خب کجا گرفتی صورتمو چرا من <تصفح> <باگر> اینو میدونی <تصفح> اصلا نه میدونی من من اتفاقا خیلی عکس العمل اطرافیا همیشه این بود که تو اصلا ای همچه... تو این همچین کاری از تو پیدا تو هیچ وقت تو زندگی کار نکردی اون موقع که باید میکردی نکردی بعد الان اینکه نخورده به صورتت مثلا همیشه مثال چیزو میزنم ما نیمه نهایی که با چیز داشتیم با سیتی داشتیم تو چیز تو تو آره ویمبلی بس اون ضربه سری که زد همه بهم گفتن اون موقع فکر کنم وی آر هم نبود یا بونه من بود نبود، یا نه بودن که بود ولی تقریبا بینی منو تاچ کرد بعد همه میگفتن اونجا تو باید میرفتی پایین این نیفتادی بعد کایل واکر بود کایل واکر حقش بود خیلی دا... آره و می گفتن اون موقع تو باید میرفتی پایین که کارت قرمز بگیری این کار نکردی بعد الان الانی هم چیزی نخورده به صورته ولی بازی با آژاکس حالا صحنه‌ش رو الان داریم می‌بینیم بازی با آژاکس اگه صحنه قبلش هم ببینید یه شیطنت کرد من دیگه نتونستم خودم کنترل کنم بعد این چی میگن این شرایط قبل بازی و اینا یه مقدار تاثیرگذار بود الان صحبت از سگانه پس میکنن توی رخکندی که بگن آقا تیم داره الان, الان, الان دو, 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 رو صحبتش میکنن تو دو دو دهه اخ کدومون اخ... از دست میدید لیگ اروپا رو مثلا لیگ اروپا خب سخت تیمای قوی هستن, و آرسنال هستن. آره. هست آره بارسا آرسنال هست شدن دیگه آره بارسا و آرسنال یونایتد آره سویا مونده لیسبون مونده آره روم لورکوزن و یونیون و ساعت گذشته اولین بازیکن ایرانی بوده که تو فینال اروپایی بازی کردی روم هم به سبک تیمای مورینیو اون بازی رو برد الان با روم بازی داره دیگه تو بله من موقعی که قرعه کشی شد دو تا تیمو گفتم امیدوارم که باهاشون بازی نکنیم نکنیم آره روم بود یه دونه یونایتد ولی خب خوردیم به روم الان که این هم اتفاق خوب بعد رخ داده خب 29 سالته به قول خودت کلی هنوز اتفاقات بزرگتر ممکن بعد بیفته آیا فکر می‌کنی آخر فصل مثلا چون پیشنهاد خوبی بشه دوباره وسوسه کنه میشن خوب منظورتون چیه یه باشگاه خوب مثلا یه باشگاه خوب 100 درصد من دقیق کسا اومدم فاینورد همین بوده آه. که بتونم دوباره برگردم به اون ریتم بازی به اون سطحی که خودم انتظار دارم از خودم که بتونم به امید خدا یه حداقل بتونم یه قدم بزرگ دیگه بردارم یه باشگاه بزرگ, دیگه فکر می‌کنی می‌تونی 100 صد درصد فرض کنیم که یه قدم بزرگتر دیگه هم برداری یه باشگاه دیگه هم برید ته تهش آخر دوران فوتبالت رسیده آیا به کشورهای حوزه خلیج فارس فکر میکنید یا بازگشت به ایران و مثل چرا هم مرسا پورالی گنجی اومد گفت باشگاه مورد علاقه هم اومدم بازی کردم جواد نکونام این مسیر اومد تاکر. آیا به این چیزا فکر میکنید این چیزی بوده که همیشه تو این سالها راجع به صحبت شده من مثلا من پدر مادرم جفتشون خیلی خیلی فوتبالی هن و مثلا من مادرم شاید اکثر بازی بازی کنه. تیم آژاکس رو بدونه من خودم ندونم اینجوری بهتون آره و چیزی نیستش که براش هدف بندی کرده بگم من تو این سال میرم اینجا و تو این سال میرم اینجا ولی خودم به شخصه دوست دارم هر چی بیشتر تو شرایط فرام هست برام تو اروپا بمونه از پدر مادرت گفتی فکر کنم حالا به خصوص مادرت چندین و چند بازی من دیدم توی هلند انگلیسی تو توی تمش... تو جایگاه اومدم بازی تو تماشا کردم فکر کنم کلی کیف کردن دیگه یا فکر کنم بازی با عراق که منجب سعود ما به جام جهانی شدم خانواده‌ها و خانمات تونستم بیان ورزشگاه فکر می‌کنم این حس و لذتیه که یه مدت طولانی گرفته بودند از نصف جمعیت کشورمون و خب الان این دو تا بازی آخر تیم ملی خدا رو شوک تونستند بیان امیدواریم واسه بازی لیگ هم این اتفاق رقم بخوره دیگه حالت شواف و نمایشی و نمادی نباشه دیگه فوتبال برای همه است برای زن مرد پیرمرد پیرزن، زن جوون و همونجور که گفتم مستقیما با زندگی احساسات عواطف مردم در ارتباط هستش ما بالاخره کشورهایی داریم مثل عربستان مثل امارات مثل قطر سالهاست الان بانوا میرن استادیوم بازیا رو میبینن بدون هیچ مشکلی یا حتی تو خود کشور خودمون مراسمی بوده که تو استادیومها خانوما ها و این کنار هم نشستن بدون اینکه مشکلی بشه خانواده ها کنار هم نشستن حتی من شنیدم تو بازی های تو داخل سالن یه سری والیبال و این جور چیزا خانوم ها میرن تو سینما ها خانم آقایون کنار هم میشینن تو اینجور چیزها هیچ مشکلی وجود نداره به فوتبال که میرسه حساسیت خیلی خیلی زیاده و من هیچ خودم به شخص دلیلش متوجه نشدم و از اون بدتر ببینید مقام زن مقام خانم یه مقامیه که میشه مادر خودمون و همه ما مادرامون برامون ارزشمندترینن و این چیزی که من از بچگی یاد گرفتم و این چیزیه که از قلب دارم میگم اینکه نوع برخوردی که با خانوما میشه تو کشور ما مثال زندهش تو کار ما تو استادیو ما خیلی خیلی به نظر من خیلی زننده است حالا به طور مثال تو این دوتا بازی تو استادیوم قسمتی که برای خانوما در نظر گرفتن بدترین جای دورترین جا بدترین بدتر جا. جا نه نگاه نمیتونن نه بازی رو ببینن کلی مراقبت وجود داره اطرافشون دو تا چرا نمیتونه زار تا باشه ۵ تا چرا نمیتونه 10000 هزار تا باشه حالا حساسیت وجود داره یه قسمت خوب از اصادی ما در, در اختیار خانوم اینکه قرار و بدیم بیان. این الان مثلا این بازی تیم ملی اومدن الان مثلا چرا برنم این هفته بازی لیگ یه رفت میگه نه زیر ساخت ها یه کلمه زیر ساخت دوستان استفاده میکنن هر اتفاقی که بخواد رخ بده میگن زیر ساختش هنوز فرار نشده بابا بی خیال دیگه یعنی این تابوه شکسته شده که بعدا اومدن پاشون باز شده و هیچ کس هم دیده همه رو. چی خوب پیش رفت اتفاق هیچ اتفاقی نیفتاد واقعا اومدن لذتی که سالها ازشون سلب شده بود واقعا یه سری خانما رو داریم که عاشقانه فوتبال رو دوست دارن و این لذت ازشون سلب شده با بز بیان دیگه چه اتفاقی رخ داد بازی ملی وقتی اتفاق رخ نمیده قطعا بازی باشگاهی هم رخ نمیده شاید اصلا به تلتیف فضای ورزشگاه کمک بشه قشنگ میگم بلش کن بابا کسی کاری بکنه درد سر داره با بی نگاه اینه یعنی اصلا شما نگاه کن آیا علیزا خان تعداد بازیایی که تو زمان این که کرونا در واقع فروکش کرد موجه، انومش و همه ورزشگاه‌های همه دنیا تماشاگر رو می‌رفتن اینجا اصلا کسی عین خیالش خداشون بود بازی بدون تماشاگر برگزار بشه یعنی از خداشون کیف می‌کردن همینجور هم تعداد بازیایی که بدون تماشاگر اینجا برگزار میشه این رکورد تو کل جهان من مطمئنم و اینکه اصلا اهمیت حضور تماشاگر تو ورزشگاه درک نشه از سوی باشگاه ها از سوی مسئولین، این تصمیم سازا این خودش خیلی دردناکه و این دیگه این که دیگه مزید در علتی که دیگه نمیذارن خانوما بیام تو فوتبالت از داماش شروع کردی و چه دوران خوبی هم داشتی تا من داشتم نگاه میکردم اون برنامه‌ای که اومده بودی که داماش بازی میکردی چقدر خوبه پنج تا بازی هم کردن مهدی مهدوی با هم کنار هم بوده جالب بود این آمار جالبی بود بعد گل میزدی پیران در می آورده. همه کار میکردی دیگه اون موقع قشنگ <تصفيق> <تصفيق> بله من فوتبال داماش هم از, جوانان شروع شد جوانان داماش که خب موقع داماش گیلام داماش تهران بود امکانات و شرایطی که برای رشتهای ورزشی قرار میدادن اون موقع دو باشگاه داماش فوق العاده خوب بود خب ما هم محلی ما هم هستن آقای خسروی کسی بودن که مدیریت اصلی شرکت های داماشو در اختیار داشتن صحت داره که بابات رفته پیش آقای میافرید خسروی و گفته آقای پسر من استعداد داره میخواد فوتبالیس بشه و این شد نمی که از این از اون صحبت هایی بود که انجام شده بود و نه من رفتم باشگاه داماش تست دادم و انتخاب شدم من اصلا با پدرم نمیدونستن که من دارم میرم باشگاه داماشون من قبل از داماش یه جای دیگه تست داده بودم که انتخاب نشدم و بعدش رفتم باشگاه داماش از طریق یکی از مربیایی که من اون موقع داشتم آقای علی طهماسبی که ایشون منو معرفی کردم اونجا من رفتم حتی همون روز اول گفتن قرارداد پنج ساله باش ببندید که حالا من دیگه با بابا اینا صحبت کردم گفتن که نه بس سه ساله بستیم هنوزم هم میری زادگاهت جیرنده من هر وقت تایم داشته باشم جیرنده داماش اون سمت میرم اون جایی که خب من تایم بچگی مو هم اونجا گذروندم و هنوزم هر وقت که تایم داشته باشم استراحت داشته باشیم همیشه میرم اونجا به حالا هم ها به هم, ها به هم ها و دوستا و کسایی که هستن اونجا سر میزنم و هنوزم به اون اندازه برام لذت بخش بعد بازی کنار مهدوی که خاطره چیزی داری از اون موقعی که کنار مهدوی که بازی میکردی؟ از همون اول که من با آشنا شدم همیشه بهم راهنمایی خوبی دادن مسیری که وجود داشت جالب ترینش فکر کنم برگرده به سپاهان ما با سپاهان بازی کردیم بیرون خونه اون سال من دفاع راست بازی کردم و مهدی راست بودن اون موقع سال اوج سپاهان بود که بازیکن‌های خارجی خیلی خوب داشت باید پشت آقا مهدی بازی میکردم آقا مهدی هر خب اواخرش بود بعد هوای اسپان سنگین آقا مهدی هر سه تا استار که میزن رو به جلو یه دونه برمیگشدم <applause> دیگه من بعد من روم نمیشد آقا مهدی بگم آقا تو رو خدا یک کچولو کمک کن <applause> <و> دست برسون <applause> اینجا داریم میخوریم بعد میگم اون موقع اوج همه این فوتبالیست بود دو تا خارجی فوقلاده خوب داشت فکر سه, سه تا یا چهار تا خوردیم از سپان سه هیچ باختیم اگه شما نکنم ولی خب من استارت فوتبالم و شروع فوتبالم و تو ردای پایه واقعا مدیون داماشم و من با تمام وجودم همیشه با افتخار گفتم که من مدیون داماش و استان گیلان هستم یه آمار جالب دیگه هم داری تو تو دومین بازیکن جوانی هستی که به آمار ده گل زده در لیگ برتر رسیدی از تو کی بوده؟ کریم بوده؟ جدی میگی؟ آره من رابطه با کریم خیلی خیلی خوبه من از تایم قلبم دوستش دارم کریم و خودشم میدونه اینو. من همیشه اذیتش میکنم میگم من اون موقعی که از داماش تهران موقعی که با اتوبوس سوار میشدم می اومدم قزوین تو ولی از قزوین پیاده می شدم اونجا بعد دوری اتوبوس می گرفتم می رفتم خونه بعد همیشه بهش میگم میگم من اون موقع می رسیدم ولی از مثلا خسته و کوفته اولین کاری که می کردم می رفتم این دکا سر روزنامه ها رو می خوندم بعد اون موقع انقدر پول نداشتم که بخوام مثلا پول اضافه که بخوام آره همین در حدی پول داشتم که برم فقط بیام ولی همیشه به کریم میگم اذیتش میکنم میگم فرق من و تو میدونی چیه این که من اون موقع جوون بودم میرسم ولی از دکه رو همه جا همه رو نگاه میکردم تمام تیترا کریم انصاری فرد بود تمام باشگاه رو پیچوندی یه بار تو ایران و الان واقعا به عنوان یه دوست نزدیک کنار همین سالها داریم تیم ملی کنار هم بازی میکنیم فوق العاده حالا یه به زودی باش یه میگیریم توی نبود دیگه الان ایران میومد تو راستی با لوکادیام همبازی بودی دیگه بعد صحبت نکرد بود قبل از اومدن میگه که بود صحبت کرده بود قبل اومدن هم بعد رفتن <applause> بعد رفتن اومد گفت بابا اینجا چه خبره چیه همه چی فیلتره چرا اینجوریه نه واتس اپ میتونم برم نه اینستاگرام موقعی که داشت می اومد با من مشورت کرد من اولش برام عجیب بود چون اصلا ذهنیتش نگاهش به زندگی اصلا لوکادیا اصلا دنیای موزیک و از دنیای فوتبال خیلی بیشتر دوست داره بعد دیجی حرفه‌ایه الان منم خیلی نمیدونن ولی مثلا ما برایتون که بودیم خونش طبقه بالای نه با همسایه بغلی من بود بعد خب همیشه مثلا صدای موزیک خونش میومد. می چون واقعا واقعا عاشق موزیک و موقعی که گفت میخوام برم ایران من اولش فکر شوخی میکنه بعد به من همیشه به شوخی میگفتش میگفتش که برای من اوکی کن من برم ایران دیگه برم بازی کنم و اینا با خب من مثلا بیشتر به حالت مزاح میدیدم دیدم این داستانو که دیگه به اینجا رسید که واقعا جدی به حالت جدی داشت بهش فکر میکرد من از چیزهای منفیش رو گفتم چیزهای مثبتش هم گفتم گفتم تصمیم با خودت ام... که دیگه تصمیم گرفت اومد ایران دیگه وقتی که میخواست بیاد چی؟ برگرده؟ موقعی که میخواست برگرده ام... من فکر میکنم هم خودش نسبت به اتفاقاتی که تو اون مدت افتاد تو ایران همین که حالا از بیرون ام... ام... بهش گفتن که شرایط فراهم نیستش نمونی بهتره تنها چیزی که گفت گفتش که هیچ چیزی دیگه اینجا طبیعی نیست من احساس میکنم هیچ چیزی طبیعی نیست ترجیح میدم که برم هیچ وقت یعنی در واقع تو این کیسایی که به دادگاه نمیدونم کس و این فیفا اینا کشیده میشه خیلی به ندرت چی بشه یه دونه شما مثلا برنده بشه همه رو ما باختیم و اون قطعا من فکر کنم فورس ماجور رو گفت آقا اینجا به حال از سفارت بهش گفته بودن که نمونه فکر کنم و بعید میدونم که یعنی شاید اون بتونه سو کنه باشگاه پرسپولیس و بعید میدونم پرسپولیس بتونه اتفاق رو رقم بزنه رو. تو الان میای ایران اولین کاری که میکنی فیلتر شکن اینا می‌پرسیم مثلا داداشت مثلا هر چی بگه میگه فیلتر شکن برام یه فیلتر شکن خوب جدید برام ردیف کن متاسفانه من خب, خب میدونی من مثلا من روم نمیشه بهشون بگم که من اینجا با فیلتر شکم بزنم واتساپ چون جوابشون رو چند روز نده بودم راجع به مسئولیت هم پرسیده بودم در جریان هستن که مسئول شده بودی یا بله بله آره. در جریان هستن بعد میگم همین میخواستن ارتباط بگیرن نمیتونستن آره من گفتم والا مثلا این بعد اونا گفتن که رای هستش من گفتم این فیلتر شکن من کار نمیکنه من یه چند تا اپ ایرانی بهتون معرفی میکنم شما اونو برای در اتبادش. گفتم <تصفح> شاید بتونیم با هم در ارتباط باشیم تو <تصفح> حالا <تصفح> جدی میگم یه جا گفتی که نرخ دلار ولی نرخ دلار اینو بعد بعد قاعدت نه که مهم باشه مثلا کیف کنه بگه آخ جون مثلا الان که من قرار دارم مثلا 500 50 هزار یورو مثلا چقدر من آدم ثروتمندی شدم یا فلان ولی قطعا دغدغت هست دیگه یعنی مثلا مگه میشه تو اول فصل که رفتی فاینورد یعنی مثلا دو فصل پیش که رفتی فاینورد فکر دلار بود نمیدونم حد اکثر 20 تومن دیگه نه دو سال پیش 20 تومن اینا بود دیگه اگه اشتباه نکنم کمتر حتی و الان مثلا 50 خورده یعنی قشنگ یعنی قرارداد الان دو نیم برابر شده در صد هیچ کاری راجع به این, راجعه این با من خیلی صحبت میشه اینکه آره قراردادات قرارداد به یورو فلان بیساره در صد که هیچ لذتی واقعا وجود نداره چون من خانواده ام هم، دوستام همه دارن اینجا زندگی آلا 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 در حسد در... در... حسد میکنن و الان حد اکثر میکنن الان حد حقوق ماهیانه یک کارگر فکر کنم 140 50 یورو باشه با 145 یورو اونجا چیکار میشه کرد واقعا؟ یه بار فکر کنم فقط یه بار بشه سوپرمارکت سوپر... یه بار سوپرمارکت رفت یه بار سوپرمارکت و این داره به تمام جامعه فشار وارد میکنه دیگه شما در نظر بگیرید که قشنگ نمیتونه خرید بکنن کسی که چه برنم دو تا بچه داره یه زن شوهر هستن با دو تا بچه مثلا با هفت تومن ده میلیون تومن که میشه چه برنم چند به 20 دلار میشه مثلا با زندگیشون رو بچرخونن من یه چیزی که بیشترین از نظر عاطفی روم خیلی تاثیر گذاشته من اطرافیانم این شرایط براشون اتفاق افتاده اینکه همیشه میگن ای همچین اتفاقاتی که میفته فساد و نمیدونم دزدی و مسائل پیرامون این داستان خیلی بیشتر میشه خب تو میتونی به عنوان اولین بازیکن تاریخ فوتبال کشور هم باشه که چهار تا جام جهانی رو پشت هم تجربه میکنه فکر کنم خیلی لذت بخش باشه اتفاق چون جام جهانی بعدم که 48 تیمیه یکم راحت هم هست و این عنوان فعلا برای تو باقی میمونه خب من تو سن 19 سالگی افتخار اینو داشتم که به جام جهانی برم و پیران تیم ملی رو تو جام جهانی برزیل بتنگ کنم افتخار فوق العاده بزرگی برای خود من خانواده‌ام 2006 رو کامل دنبال کردم بازی ها رو و خب اون موقع همیشه یه آرزوی بزرگ بود ما وقتی با خونه صحبت میکردیم مخصوصا من که گفتم پدرم من کلا خانواده پدری مادری همه فوتبالی هم. و همه قطعا نسبت به حالا و که برای من بود استعدادی که تو من میدیدن به جام جهانی بازی کردن من صحبت میکردن و میگم هیچ وقت نمیکردم تو دوره نه سالم تو, تو تیم ملی بتونم سه تا جام جهانی بازی کنم رفتم به جام جهانی بعد یه قسمتش دست خودمه تلاش کردنه بتونم سالم بمونم خدا نکرده مسئولیت خاصی نباشه و انتخابایی که میکنم یه قسمتیش قسمت بالاخره کادر فنی که تصمیم گیری میکنن ولی خب قطعا تمام تلاش میکنم که این اتفاق بیفته خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی و گپ زدیم با هم راجع به کل اتفاقاتی که تو این چند وقت رخ داده من از شما تشکر میکنم خب یه مدت طولانی بود که خب کلا با خیلی تنگ شده بود برای شما مرسی. نسبت به ناملایمتی ها نسبت به کچ سلیغی ها و تصمیمات و خصومت هایی که وجود داشت از نظر من که یه انسان با استعداد مرسی. تأثیر گذار تو جامعه رو ما نبینیم تو این تو این چندین سال و هنوزم میگم برای خود من دو شنبه ها همیشه اون لذت برای برنامه نود بود از بچگی تا حتی همین چند سالی که من حتی خارج از کشور بودم سعی میکردم حتی شده یه قسمتی از برنامه شما رو تا موقعی که اجرا شد ببینم شخصیت شما نگاهتون اون احترام و اون قطعا منشی که بین مردم دارید هیچ وقت خطردار نمیشه من اینو میتونم قول بدم بهتون چون من خودم از دل جامعه میام خانواده ام دوستام و خیلی خیلی خوشحالم خب من اولین همونجوری که گفتم مصاحبه جدی رو با خود شما داشتم و بعد از فکر می کنم تقریبا اگه شما نکنم دوازده سال دوباره این افتخار رو داشتم که افتخ... هم هم صحبت بشیم امیدوارم کسایی که میبینن بینندگان محترم برنامه تون لذت ببرن امیدوارم که من مطمئنم چون این مدت خیلی دیدم که ها موقعی که شما تو فوتبال 120 بودید از اون ور فوتبال الان فوتبال 160 همه هنوز هم دنبال میکنن به صورت جدی به اندازه حتی با برنامه 90 بگم از سمی قبل ازتون تشکر میکنم, میکنم. خیلی خوشحال بودم در کنارتون بودم من تشکر هم از تو بکنم هم از مخاطبین عزیزی که با فوتبال 360 همراه ما هستن چه از طریق اپلیکیشن چون از طریق اینستاگرام سایت همه چی و خیلی لطف دارن لطفشون برام ستودنی اصلا خیلی ممنونم خیلی لطف داشتی یه مطلب دیگر رو میخوام بگم آقای فردوسی پور خطاب به مردممون من میخوام اینو با تمام وجودم بگم به نمایندگی از بچه های تیم ملی که ما با شادیاتون شادیم با, غم، با غمتون غمگین هستیم و تو تمام دوران همیشه خواستیم که ام تو, تو تمام مسائلی که تو جامعه اون اتفاق میفته گذار باشیم بتونیم راجع به صحبت کنیم اگر کمی و کاستی بوده اگر جایی بوده که انتظاری وجود داشته کمکاری بوده من به نمان دیگه از خودم از همه بچه ها اول به مردم بعد به خانواده ای که داغ, داغ, دیده بودن تو این مدت ازشون نسخایی میکنم امیدوارم که از این به بعد بتونیم فقط شادی رو بهتون بدیم چون این وظیفه اصلی ماست و هر موقع که این کار کردیم با تمام وجود انجام دادیم خیلی ممنون مرسی سلامت